خب یواش یواش بچه آماده این، بلند شین تا بچه های لایومون هم بیان، بقیه بچه ها هم بیان. اول از همه میدونیم دیگه، میدونیم که همه بیستیم، بلند شین بیستیم، شروع میکنیم خیلی آروم و یواش، دستا به کمر. اول گرم کنیم، بشینیم پاشیم. سلام. حالا یه بار دیگه تونتون، بشینیم پاشیم. همه آروم شروع میکنیم، را میریم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تونتر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تونتر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 از پشت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. حالا یه دقیقه هممون زود و تند و سریع پروانه بزنیم. حاضر؟ پروانه از روبرو نها کن، دستا بالای سر، بپریم پاها موازی باشه، بیاین سر جاتون، بپریم موازی سر جا. بسته، بودوی روی بارتون، میدونیم روی بارمون وامیسیم. اول یه گرم کردن روی بار، روی میز صندلیاتون وایسیم با مرینا، یکی از پاهاتون دومی پوانچه پای راست بیان پایین، اون یکی پا دومی پوانچه بیان پایین، پای راست دومی پوان بیان پایین، پای چپ دومی پوان بیان پایین. با من شروع میکنیم، راست نگه دارید برگردید، چپ نگه دارید برگردید، راست بیان پایین، چپ بیان پایین. حالا با قلوه، راست قلوه، راست بیاد پایین، چپ بیاد پایین، چپ قلوه، چپ بیاد پایین، راست بیاد پایین، راست، همه قلوه، راست، چپ، دوباره چپ، همه قلوه، چپ، راست. حالا پاها رو پمیق باز میکنیم تا هر جایی که راحتیم، با مدینا، پای راست دومی پوان، پای راست برگرده، پای چپ دومی پوان، پای چپ برگرده، راست برگردیم، چپ برگردیم. حالا قلوه، راست قلوه، راست پایین، چپ پایین، چپ قلوه، چپ پایین، راست پایین، راست قلوه، راست پایین، چپ پایین. پاهامونو ببندیم. حالا خوب گوش کنیم، برای حرکت پلیه یک امروز حرکت جدید داریم، خوب به من دقت کنیم. اول از همه، همه که داریم دو دست میریم، گوش کن به من، دقت کنیم، امروز بعد از این همه مدت، واقعا زمانی که پلیه انجام میدیم، خب اینجوری نشیم، حواسمون باشه. این یکی، دو، شمارش کلاس امروز اینه، 1 2 3 4. پس دو تا میرن پایین، دو تا میان بالا، دوباره دو تا میرن پایین، دو تا میان بالا. ولی با سیکانت امروز 1 2 3 4 بگید. خب بعد میگیم 1 2. ببین یه بار دیگه برم، 1 2 3 4. بعد میگم یک پا رو میذارم زمین، دو میپرم بالا، 3 اینجام، 4 وایستادم. متوجه شدین؟ یه ذره امروز سخت‌ترش دارم میکنم. خب هر کسی گاتی ماتی کرد، ای وای، اصلا حل نشه، میاد بالا، فوقش یه ذره از موزیک عقب میفته، تاندو میره. پس یه بار دیگه، پومیخ دوزیم یا سکوند، خب و کتخیم فهمه، یعنی تو چارتون دوتا با تو روبروی هم، چار اینجوری وای نمیستیم امروز. خب و همه پنجو کامل سعی میکنم، پنج وایستم، حتی اگه پاشون واز نشد فردای سرشون اصلا این شکلی وایستم. همه اوکی؟ پس یه بار دیگه بگم، ببین، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 یعنی گفتم 1 پا زمین، 2 3 4، حله، 3 4 تاندو میره. پس که پوزیشن رو عوض کنیم، همه آماده،
شروع میکنیم با هم. بریم که داشته باشیم پلیه رو. همه روی بار وایسن. پاها باز، دستا حاضر، مصاف و صوف. بریم. یک، دو، برگردیم. سه، چهار، دوباره. یک، دو، بیان بالا. سه، چهار، حالا گراند. یک، دو، سه، چهار، حالا همه. یک، پا زمین. دو، همه بالا. سه، چهار، تاندو راست دوزیم. یک، حالا دو، بیان بالا. سه، حالا چهار. دوباره. یک، حالا دو، بیان بالا. سه، حالا چهار. بریم خاند. یک، حالا دو، حالا سه، حالا چهار. حالا یک، دو، صاف، سه، چهار، کتخیه می بریم. یک، حالا دو، یا بالا. یک، حالا دو، بریم پایین. یک، حالا دو، بیاییم بالا. یک، حالا دو، خواندیم. یک، حالا دو، حالا سه، حالا چهار، بیاییم بالا. یک، حالا دو، حالا سه، حالا چهار. پنجیم. یک، حالا دو، بیا بالا. یک، حالا دو، بریم پایین. یک، حالا دو، بیاییم بالا. یک، حالا دو، خواندیم. یک، حالا دو، حالا سه، حالا چهار. میگیم یک، پا زمین. دو، همه وامیستیم. سه، چهار، تو پنجم وایسیم. حالا آروم برگردیم اول. پای چپ رو میریم. یه نکته بگم، یه ایراد، یه قر تو بچه های سکایب. خب حالا آخر که ستون دوی سلاتون میکنم. یه چیزی، یکی دوتون داریم با یه دست میریم. خب این جلسه امروز یه دست رو بدش کنیم، فردا بیان یه دست. فردا امروز داریم بیس میریم. ازتون خواهش میکنم دو دست وایسین. خب بیان امروز تو کلاس شنبه بچه که حرفه یه ایراد بیس ها دیگه برطرف شه. خب واسه همین دو دست رو بذارین قشنگ تمرکز کنین. یه سه دیگه بچه ها تو پلیه خیلی پایین نمیرین ها، اون خانده که اینجوری میایم پایین بلند میشیم. خب هر کسی که رفتش عقب، باستنش رفت عقب، داره زیادی میره پایین. خب قدم به قدم، اصلا مهم نیست کمتر بیاد پایین، ولی اینجا صاف بمونه. خب بریم با هم سمت چپا، همه وایسیم روی بار، همه هم سر این کلاس دو دست باشیم. خب وایسیم همه دوتا دستا روی بار که راحت تر. پاهامونو وا کنیم اول تا هر جا که راحتیم. آماده این؟ لبخند صاف و صوف شروع. یک، حالا دو، بیم بالا. یک، حالا دو، پلیه پایین. یک، حالا دو، اومدیم بالا. یک، حالا دو، میریم خاند. یک، حالا دو، حالا سه، حالا چهار. میگم یک، پا زمین. دو، وایستادم پای چپ. سه، چهار، تاندو سکند. یک، حالا دو، بیایم بالا. یک، حالا دو، وایستادیم. یک، حالا دو، پلیه پایین. یک، حالا دو، اومدم بالا. خاند. دو، سه، چهار، بیایم بالا. چهار، حالا سه، وایستادم. دو، تاندو. یک، کتخیم بسته. یک، حالا دو، بیا بالا. یک، حالا دو، پلیه پایین. یک، حالا دو، بیاییم بالا. یک، حالا دو، بریم خاند. یک، حالا دو، حالا سه، حالا چهار، بیاییم بالا. یک، پا زمین. دو، وایسادیم. سه، چهار، تاندو، اومدیم پنجم. یک، حالا دو، اومدم بالا. یک، حالا دو، بریم پایین. یک، حالا دو، بیایم بالا. یک، حالا دو، بریم پایین. یک، حالا دو، حالا سه، حالا چهار. پا زمین. یک، پا زمین. دو، وایستادم. سه، چهار، تاندو کن، برگرد اول. وایستا، برو خلوه، یه نفس استراحت، بمونید خلوه، بمونید خلوه. مرسی، بیایم پایین. عالی، بریم سراغ کار بعدی. خب بچه ها الان میخواییم تاندو بریم. تاندو اون امروز چه شکلیه؟
ما اول تاندو شماره اول رو میریم. چرا میریم؟ چون خیلی مهمه. هم تاندو میریم هم پس پختق میریم. پس پختق کیه؟ چیه؟ کلاش. کلاش یعنی زنگوله. خب زنگوله چیکار میکنه؟ من میخوام این زنگوله رو باید یه توضیح بدم. زنگوله بالا تنش صافه. خب تاندو چیه؟ تاندو یعنی پاتو بکش به سمت جلو، دوبار بیا خونتون، برو بغل. ببین قشنگ با این دومی پوینت بازی میکنم. خب میری پشت، اجازه بدی این برنامه، میری پشت میاد خونتون. پس پختق یعنی برو تاندو دو وان، اوکی بیا اینجا برو پشت. منتها اکسا نداره، وای نمیستم، یعنی میگم یک حالا دو. امروز میخوام یاد بگیرم تمام حرکت دو شماره ایه. یعنی ملنا میگه یک دو سه چار، یک دو سه چار، اوکی. وقتی رفتیم پس پختق گفتیم یک دو اونجاییم، ولی گفتیم سه چار اینجاییم. خب یه ذره امروز شماره شار رو دارم تونتر میکنم. پس ببین آخر موزیک که میاد میگم بچه ها کلاش داریم میریم، میگیم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، آخریش تاندو برمیگردیم اول. گیج نشین، این رو ملودی دقیقا موزیک داریم، واسه همین این شکلی میشه. خب اینو دقت کنیم که سعی کنیم امروز کلاشام رو تو یه حرکت در بیاریم، هر کی هم نتونست دوتایی میره ها. بریم با هم. پس همه وای میستیم، پای راست دوتا دوانه، دوتا کتست، دوتا دقیقه. آماده؟ اول یک حالا دو، سه حالا چهار، یک حالا دو، برگشتم سه چهار، کته یک حالا دو، برگشتم سه چهار، کته یک حالا دو، برگشتم سه چهار، دقیق یک حالا دو، برگشتم سه چهار، دقیق یک حالا دو، برگشتم سه حالا چهار. کلاشیم یک دو تاندو دو وان، کلاش بفرست دقیق، بیا بیا اول وایسا ولش کن بریم اون یکی پا، برو دو وان یک دو، برگرد یک دو، برو دو وان برگرد یک دو، دو تا کته برگشتم خونه یکی دیگه. بچه رو موزیک بیاین یه قشنگ بایی من، دقیقه یک دو برگردیم خونه، دقیقه یک دو برگردیم خونه، کلاش دوتا بیا جلو، حالا یواش برو عقب، بازم بیا بیا جلو، وایسا اول تموم شد. یه بار دیگه، یه بار دیگه، دقیقا میریم فقط یه لحظه. ببین بیا با هم موزیک رو یاد بگیریم. خب من میگم دیری 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 دیری، حالا اگه بخوام اینو تیکه تیکش کنم چی میشه؟ یک، ببین یک پام شکل بچه اردک شد، اوکی. دو، یک حالا دو، میگم سه حالا چهار. اگر این دومی پوانت کردن رو خب بپیچونیم تو این تمرینای ساده، خب تو تمرینای گنده تر واقعا مشکل دار میشیم. حتما حتما وقتی که ملا گفت یک ما اینجا وایسادیم، وقتی که گفت دو پامون تاندو شده جلو کشیدیم پوینت پوینت، خب وقتی گفت سه دوباره بچه اردکیم، گفت چهار اومدیم خونمون. این یه دونه رو حواستون باشه. باشه شروع کنیم با هم یه بار دیگه. این دفعه اول چپ رو میریم بعد راستو. خب شروع میکنیم این دوتا تمرین تنده ها، بعدش دوباره شل بازیه، خیالتون راحت. وایسیم ببینم پای چپ اول میره، وایسادیم خوشگه، شروع 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 پای چپ، میگم یک حالا دو، میگم سه برگشتم خونه، یک دو سه چهار، کته یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، دقیق یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. پسه برو جلو دوتا آروم، بفرست کلن برو عقب، بیا برو کلن جلو، برگرد اول راست. میگیم یک حالا دو، میگیم سه حالا چهار، میگیم یک حالا دو، میگیم سه حالا چهار، کته یک حالا دو، کته سه، کته چهار، کته یک حالا دو، کته سه، کته چهار، دقیق یک دو سه
چهار. یک، دو، سه، چهار. برو پسه دوان دو شماره، برگر کلم، برو عقب کلم، بیا برو جلو، وایسا همینجا. قسمت پسه پخته رو بی خیال موزیک میشیم، همه با ملینا پسه پخته میریم، وایسید همه با ملینا، همه اول وایسیم با تمرکز. خب پسه پخته دقت کن، میگیم یک دو سه چهار. این تیکر باید یاد بگیریم که با هم دیگه تلفیق کنیم. گذشتون دوران دو شماره بریم وایسیم، اینا اینا دو شماره عقب، بلنشیم بلنشیم با ملینا. میخوام پس پختق برم با پای راستم، خب زیادم میریم ها. پس تمرکز کن رو شمارش، باید بیافتیم بچه ها. باشه آماده ایم؟ همه دستا رو با، حاضر، شروع کنیم. شروع کنم؟ میگیم یک دو، همه تاندو دوان، اینجا تا اینجا تاندو دوان، پای راست همه چی مرتب. خب وقتی گفتم سه چار رفتین دقیق وایستادین، خب پس میگم چی؟ سه چار، سه چار، ببین سه چار، الان شدین سه چار. من بغلی وایستم یه بار دیگه، یک دو، همه اینجاییم، سه چار. خب حله، وایسی میبینم، وایسی یه انجام بدی، پس و پخته خیلی مهمه ها. اسم دیگه شیک کلاش، یعنی زنگوله. پس و پخته یعنی پا تو روی زمین گذر کن، عبور بده، نمیدونم همین دیگه، رد کن. بریم دستا روی با، با من یک دو، دو شماره تاندوی جلو این، سه همه اول، چهار همه دقیق، چهار همه دقیق، یه بار دیگه، پنج همه اول، شیش همه دوم، حالا هفت دومی پوان، هشت بیان سر جاتون، پای چپ های بار بریم با شمارش. یه بار دیگه تمرکز یاد میگیریم، پای چپ یک دو، همه پای چپ تاندو دوانم، حله، آفرین. حالا من میگم سه پومیقیم، چهار دقیقیم، سه اولیم، چهار عقبیم، سه اول چهار عقب، من تو چهار وایستادم ها. خب حالا میگم پنج اولیم، میگم شیش جلویم، شیش جلویم، شیش جلویم، آیا بگیم هفت دومی پوانتش کن، تکون نخور، هفت دومی پوانتش کن، هشت بیه سر جا. یه بار دیگه راست و چپ رو بریم، آماده دستا رو با، شروع، یک و دو، همه تاندوی جلو، میگم سه پومیق، میگم چهار همه تاندو عقب، میگم پنج پومیق، میگم شیش تاندو دوان، آخریشه. حالا بشون پاتو دومی پوان، بیا خونتون، پای چپت، یه بار دیگه پای چپ، آماده شروع، میگیم یک همه دومی پوان جلو، دو همه تاندو جلو، سه همه پومیقیم، چهار همه رفتیم دقیق، خب نگه دو دقیق، پنج میان پومیق، خب شیش میان تاندو دوبا. اینجا میخوایم حرکتو ببندیم، هفت پاتو بشکن، هشت بیا خونتون، حله. بریم درس بعدی کار میکنیم، الانم اونقدر قشنگ نشد فده سرتون، من میخوام شمارش رو کم کم بیافته به همون یادش بگیریم دیگه. بریم سراغ درس بعدی عزیزای دلم، بتمن تاندوی پنجام میریم. خب ببین بتمن تاندوی پنجام، یه چیزی رو توضیح بدم، سر این کلاس همه سوم وایمیسیم. چرا؟ به خاطر اینکه جا بیفته. وقتی که تو از پنجام داری بتمن تاندو میکنی، نقطه نهایی روبروی بینیته، روبروی بینیت. خب توی پنجام یه ذره این برتره، الان گیر نمیدم بهتون، دارم کلی میگم فقط حواسمون باشه، میشه دقیقا این یه ذره وسط، نه دقیق روبروی پاشنه، بین پاشنه و وسط دقیقا اینجاست، دقیق دقیقش. خب اگه کسی قاطی ماتی میکنه بیاره روبروی پاشنش. خب این تیکه رو باید جا بندازیم، بنابراین چون پاهامونم شخ خیلی وانشه از سوم میریم. باشه، چون رسیدن به اون مقصد خیلی مهمتر از اینه که اینجا پامون کامل باز بشه، اینجا باز میشه به موقعش، پس از سوم میریم، دو شماره میان جلو، خب بر میگردیم دوباره، یک دو سه چهار. من روی دو پوینت خیلی گیر میدم به همه، خب
ناراحت نشین هی تاکید میکنم. بریم بعدش کته. میگیم یک حالا دو. میگیم سه حالا چهار بستم جلو. میگیم یک حالا دو. میگیم سه بستم پشت. بعد میریم دقیق. خب میگیم یک حالا دو. میگیم سه. میگیم چهار. میگیم یک. میگیم دو. میگیم سه. میگیم چهار. همینو فقط قراره بریم. باشه. بعدش بهتون میگم چیکار کنیم. راست و چپه بچه خودتون تنظیم کنی. قاطی ماتی نشه. اول راست رو میریم. خب سوم بار میسیم. دستا رو بار. لبخند. وایسیم وایسیم وایسیم. خب چون بچه ها تونتون اومدن وایستادن. همه وایستادیم. الان شروع میکنیم. حاضر. همه سوم. دستا روی بار. یک دو سه چهار. یک دو سه چهار. کته. یک دو سه چهار. یک دو ببندش پشت دقیق. یک دو سه چهار. یک دو سه چهار. وایسا همونجا دو تا پلیه کن برو بالا همون نقطه غلاوه کن تکون نخور بیا پایین اون یکی پاتو برو. یک دو سه چهار. یک دو سه چهار. کته. یک دو سه چهار. یک دو بستم پشت دقیق. یک دو سه چهار. دقیق. یک دو سه چهار. حالا بیا دو تا دومی پلیه برو بالا برو همونجا قلبه هیچ پایی به هیچ پایی نچسته بیا پایین. یه بار دیگه انجام بدیم. این دفعه پای چپ رو بزنین جلو. چرا دارم دو پای میرم همه تمرینا رو؟ که این انتقال وزن برامون بشه. خب کمک هم میکنه. بریم با هم. دو دست روی بار پای چپ جلو. یک دو سه چهار. یک دو سه چهار. کته. یک دو سه چهار. کته. یک دو بستم مش پشت برو. یک دو سه چهار. بازم یک دو سه چهار. حالا اینجا دومی پلیه برو بالا برو قلوبه پات تکون نخور بیا پایین نوبت پای راسته. یک دو سه چهار. بازم یک دو سه چهار. برو. یک دو کته. سه چهار بستم جلو. یک دو سه چهار بستم پشت. یک دو پشت. سه چهار. یک دو سه چهار. همه دومی پلیه بلند شید برید همون جا رو پاتون وایسید بیاید پایین آماده پای چپ. خب یه بار دیگه میگم پای چپ. من معذرت خواهم همش رو رفتم. خب حالا این از این یه درس میخوام بهتون بدم. گوش کن به من. از من خیلی پرسه شده که ملینا وقتی ما میخوایم قلوبه کنیم شاید اسمشو به اسم سوسو سوتونو خیلی اسامی استادا میگن. خب من بهش میگم پلیه قلوبهی که پنجام بایستیم که هیچ کس قاطی نکنه. خب همه اسامی رو فراموش کنیم. چیه جریان؟ ببین میگم یک دو پلیه. فرض کن پای راستم در حال حرکته. پای چپ هم ستونیه که من نگه داشته. پس پای راست قراره حرکت کنه. خوب به من گوش کن نگاه کن. میگم یک دو سه چهاری که گفتم اون پای راسته که حرکت کنه. وایسم بهم جلو من خیلی عقبم. یک دو ببین سه چهار. خب حالا ملینا فرض کن توی تمرینی بودیم توی کوریوگرافی بودیم پای چپمون داشت حرکت میکرد وزنمون رو پای راست بود مثاله ها. خب اینم یه نکته داره به یک دو سه چهار پای چپت میاد میچسبه. حرف من چیه؟ وقتی که میخوای پلیه خلو بکنی مهم نیست کدوم پا جلوه کدوم پا عقبه. بحث سر اینه که آیا من اون لحظه تو اون تمرین این پام پای ثابتمه یا این پام پای ثابتمه. چرا دارم اینو میگم؟ چون الان یه تمرینی داریم که بهتون میگم بچه ها پلیه قلوبه پا رو به هم میچسبونی.
اگه اون لحظه با پای راست دینگولی دینگول کردیم، مگه اینکه حتی یعنی اگه پای راست پشت باشه، وقتی گفتیم یک دو پای راستت حرکت میکنه، اوکی؟ اگر پای چپت داشت حرکت میکنه مهم نیست، پای چپت اگه جلوی گفتم پلیه کن قلوبه کن بچسبون پای چپت حرکت کنه، خب پلیه قلوبه پای چپ، اگر پشت بود پلیه قلوبه پای چپ، پای چپت حرکت کنه. هیچ کدومتون عادت نکنین که وقتی پلیه قلوبه میکنین دوتا پا رو به هم بچسبونین و بپرین، خب این عادت رو نکنین. ببینین کدوم داره حرکت میکنه، همونو باید حرکت بدین. حالا الان میخوایم یه تمرینی کنیم به اسم قندوشام. خب گوش کن به من، وقتی که قندوشام میریم همه بشین نگاه کنید. ببین قندوشام به ما این شکلیه، یک دو سه از میخوام یک دو، خب بعد میچرخیم یک دو میچرخیم یک دو، اینجایی که وایستادیم، خب اینجایی که وایستادیم سه چهار میای خونتون بگو، خب بعد دفعه بعدیش از برعکس میریم، یعنی میگم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. میدینا چرا هشت داری میشماری؟ اصلش هشت داری شمردنه، بعضی وقتا یک دو سه چهار میکنن میخوام یه ذره آسون تر شه، ولی خودش باید یاد بگیم رو هشت بشماریم. خب یه بار دیگه نشون بدم، پس چی شد؟ یک دو سه چهار پنج شیش، این پشت که بودی گفتم هفت دومی پوانته، هشت برگرد بیا اول وایسا. خب بعدش از پشت میریم، یعنی یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. مرینا چه فرقی داره از پشت به جلو از جلو به پشت؟ وقتی که فلش حرکتی به سمت بیرون بدن منه بهش میگن دئخ، یعنی به بیرون. خب وقتی فلش حرکتی پا به سمت داخل بدن منه میشه ددان، به درون، در درون. خب دوتا ده داره، اینو یادتون باشه. چرا؟ تو همه حرکتهای باله یه وقتای پات داره میره از جلو به عقب میشه دوخ، خب یه وقتای از پشت میاد به جلو میشه دودا، اینو باید یاد بگیریم. خب بنشین، پس ما قراره اصطلاح تخصصی خوندوشان بریم یه دونه دوخ یه دونه دودان، دوباره یه دونه دوخ یه دونه دودان، بالانس میشیم پای میام میایم پای چپ. الان متوجه میشین حرفایی که زدم یعنی چی؟ همه روی بار وایسن. در این تمرین من چرخیدم پریدم پشتک پارو زدم، شما دو دستتون روی بار بمونه. خب میخوام الان ببینید، حاضرین با هم؟ پای راست یک دو سه چهار کتین پنج شیش اومدیم دقیقه قا هفت هشت، برو یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، دوباره یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، پشت یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، بیا پایین دو شماره، برو بالا، برو بالا خلوه بلانس وایسا، نفس بکش نفس بکش نفس بکش، بیا پایین آروم و یواش وایسید، بریم پای چپ. حاضر؟ یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، پشت دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، یه بار دیگه پای چپ رو بریم بچه ها، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، و به پشت یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، یه دسته بایسیم. بچه که تو سکایپین همه تون دو دست رو بذاریم روی بار، یه چیزی رو باید با همدیگه ردیف کنیم، همه دقیقه دو دست شیم، بعد هرکی خواست یه دست شیم. بچه های لایو هم همینطور. من این دقیقه نها کن ببین، بیا من یه کاری کنم بگم یک دو بیفتم رو پام، اصلا عین من دستاتون رو بذاریم رو صندلی یا عشق و حالی وایسیم. خب بیا بگو یک دو، بیا بگو یک دو، ببین داری با پات میری میای، ببین دارم چیکار کنم، خیلی تمرین مهمیه ها. خب این خیلی فرق داره با اونجایی که ایشون اینجا وایستاده سفت، ایشون میره میاد. چجوری این کارو میکنی؟ شما اینی که گذاشتی رو زمین و
اون لحظه که من دارم جا قور میزنم که وایسیم شروع کنیم. خب یه نگاه کن ببین، اوکی من الان میلنسم پام راحت نیست، اوکی پاتو ببند. خب الان راحتی؟ آره راحتم. انگشت پای چپتو روی زمین حس میکنی؟ آیا انگشت پای چپت داره رو زمین فشار میده؟ ببین من از جلو ببین پای منو یه لحظه. ببین بچه لایف، وقتی این داره حرکت میکنه، این داره اینجا فشار میده. سکایپ نگاه کن، این داره باور کن روی زمین فشار میده. من اینجا وای نستادم خوشحال و خندون شل 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 ایشون حرکت کنه، نه اصلا در نمیاد. خب باید عادت کنی انگشت پایی که ایستادی روی زمین واقعا فشار بده و باسن صفر باشه. اگه این کارو نکنی اینجوری هیچ فرقی نداری، تو داری وزن رو میندازی روی پای راستت. لحظه که پای راستت داره حرکت میکنه، شماها من نصفتون پاترو ندارم دیگه، درسته مگه نه؟ یه سریاتون اصلا این شکلی میاد جلو. خب چرا میاد جلو؟ چون این صاف نیست. این صاف و ثابت روی زمین انگشت رو پا فشار بده، زانت رو صفر نگه دار، باسنت رو صفر کن، شکمت هم صفر. خب خیلی کار سختیه. باسن صفر، شکم صفر. آها ببین شد، دینی شد، میشه دیگه، دیگه جم نمیخوری. این شکم باسن صفر اون کلیده است، همونه. یعنی تنها چیزی که اگر ببین اگر شکم باسن صفر نشه، شما داری همچین کاری میکنی، داری با پات میری جلو میاد. ما این حرکت هم داریم تو باله ها، ولی نه تو غندوژان، نه تو تاندو، نه تو بار. اوکی یه بار دیگه بایستین، یه بار دیگه باید خوندوشان بریم، خوندوشان ما خوشگل در بیاد. یک دور بیشتر نمیریم، فقط اول با پای چپ شروع میکنیم. باشه؟ آماده ایم؟ وایسید رو بار، وایسید رو بار، خودتون تنظیم کنین هر جوری که راحتین. من آهنگو بذارم شروع کنیم. مرسی. آماده؟ پای چپ برو، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت پشت، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت برو پای راست، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. یه دومیتیه کن، بلند شو، خلوه کن، بیا پای. یه بار دیگه، یه دونه پای راست میرم، دو تا پای راست میرم، یه پای چپ میرم، یک دو جلو وایسا آروم، بیا آروم بغل، برو آروم عقب، هفت هشت بیا تو خونتون. یه بار دیگه بریم به پشت، حاضر؟ موزیکو ولش کن با من بیا، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، چپ دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. تمام. ملینا چرا اذیت میکنی امروز؟ میخوام یه چیزی رو متوجه بشید، خیلی ساده تر از این حرف هست. به همین سادگی که من میگم بیا راست برو چپ، فقط آقا به خودت بگو الان پای راستم داره حرکت میکنه چپ سفته، الان پای چپم داره حرکت میکنه راست سفته، به همین آسونی. خب و یاد میگیریم جا میافته. الانم یه ذره وول زدیم فدای سرتون، مهمی که خیلی بهتر شد. بریم حرکت بعدی. بچه هم میخوام با هم دیگه بتمان جوته بریم. خب گوش کن، جوته یعنی این حرکت، اجازه بده. ببین دوتا مفهومو بچه ها اشکال دارن. بشینین یه دقیقه، بشینین خون به پاها برسه، استراحت کنین، گوش کن. ببین ما یه فراپه داریم، تو فرانسه فراپه یعنی این، یعنی سیلی زدن. خب بذار این حرکت رو نشون بدم، دقیقا کاری که قرار با پاهمون بکنیم حرکت های بعدی. یه جوته داریم، جوته یعنی من پرت کنم، پرت کنم، بندازم بیرون. خب آها مثلا ببین این الان یه پوینتشو طلاییه. خب من این پوینتشو رو دارم فراپه میکنم، دارم جوته میکنم، این جوته بود. اوکی دقیقا معنی کلمه رو گفتم. حالا جوتمون چجوریه؟ جوته رو چجوری میریم؟ بچه جوته رو یک بار، خب من میگم یک دو تاندو میکنم، سه چهار میارم بالا، خب پنج شیش میذارم زمین، هفت میشکونم، هشت میرم خونه، پنجام هم وایستادیم. جوته اول رو نمیریم، جوته از پنجام میریم که حتی ما سوم وایستادیم. خب یه بار اینجوری میرم تو تمرین، یه بار دیگه میگم بچه ها خوب نگاه کن، یک دو یعنی این لحظه که گفتی دو پات باید بلند شه. خب
نگاه کن، یک دو، خب بعد بذاری سه بیای پایین دیگه بخوریم، یعنی توی تمرین دوم تلفیق کنیم اون شکوندن پا رو چون داریم تندتر میریم. خب پس یه دفعه خیلی آسون، یه دفعه خیلی آسونه. ببین من اینجا وایستادم، خب میگم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، اصلا خیلی هم خوش گذشت. خب یه دفعه دیگه حتی اگه دم قاطی میشه موزیکو قطع میکنم فقط بشماریم. خب ببین میگم یک دو بپر برو بالا، خب میگم سه چهار، اون سه چهار جایی که این پای داره از اینجا این شکلی میشکنه بیاد بره خونهشون، یکی این. یه نکته دیگه، یه سری از بچه ها معلومه بالا کار کردن ولی یه چیز کوچولو. ببین وقتی داری میای خونهتون، من کاری ندارم پامون چقدر وامیشه ها، خب یه چیز توجه کن، این پاشنه، خب پاشنه از اینجا که اینجور شدی، پاشنه که داره میاد زمین، پاشنه است که داره تو رو میاره خونه، نه نوک پات. این حواستون باشه، یعنی این پاشنه داره فشار اصلی و انگار میاره که تو بیای سر جات وایسی. خب این سه کلیدیه ها، اینو بهش توجه کنین. با همدیگه شروع کنیم بریم. آیا آهنگ خیلی تونده است؟ فکر نمی کنم. من فکر کنم که پسش بریم. خوشگله وایستادیم سر جامون، همه وایستادیم سر جامون. من آهنگ آروم تر میذارم، من آهنگ همون آهنگی رو میذارم که باش تاندو رفتیم، آروم تر باشه بهتره. وایستیم سومی ما، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، یک دو سه چهار، بذار زمین نگرش تو برو خونتون. اوکی یه بار دیگه جلو، یک دو سه چهار، آروم دو شماره بذار زمین بشونش برو خونه. یه بار دیگه ای وای من، ای وای من. یه لحظه بچه های لایف، من عذر میخوام، من بچه های اسکایپ ها از دست دادم. اجازه. مرسی که شکیبایی میکنی، مرسی که صبوری میکنی، الان همه چی درست میشه. یه لحظه. الان میای ما، یه دقیقه. منو دارین؟ همه چی اوکیه؟ من برگشتم. سلام علیکم. همه چی خوبه؟ یه خواهش کنم، اگر 1% من پرت شدم پایین وایسین تو کنفرانس. خب من دوباره میام داخل. نمیدونم چرا یهو پریدیم بیرون. همه مرتبیم، همه اوکییم. این برم همه چی خوبه، همه خوشحالیم. یه دقیقه وایسا، الان که قطع شدیم بعدا نشد. یه سیو بگم یه بار دیگه. ببین یک دو سه چهار، آروم تر میشمارم، پنج شیش هفت هشت، اون یکی رو میگم یک دو سه چهار، رو هوا میمونم، خب پنج شیش رو میزنم پایین، هفت هشت میرم خونه. فقط میخوام این اسلام براش کردن و خوشگل یاد بگیریم. چقدر همون بیاد بالا؟ 45 درجه نمیشه، خب کمتر بیار بالا، فده سرت. اوکی حل. همه برگشتن، شروع کنیم یه بار دیگه. بچه های لایو هم که اوکی، اگه کسی تو سکای بود بیا تو لایو ها. هش شروع کنیم، یک دو سه چهار، یک دو، من معذرت یه لحظه خانم خوشگلم، سوم وایسیم، سوم وایسیم، سوم وایسیم، سوم وایسیم، سوم وایسیم، پنجم وای نستیم. من انقدر کلم اون توه سوم. ببین اینجا دو تا پارو به هم بچست کنیم، باشه؟ یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. بچه براش رو ول کنیم، شما همون تکی تکی بینیم براش، هفته دیگه بیان برگردیم خونه.
خب یه مشکل داریم. یه دقیقه نگه دار، یه دقیقه بشین، یه دقیقه بشین. بچه ها یه دقیقه من نگاه کن. من کاری ندارم کلاس گروه یا من بدم که اشکال داره، اصلا همه رو وای میستم، این نکته مهمه. ببین دستت که رو باره دیگه، دستت که رو بار، این که نگره داشته. خب نگاه کن دستت که رو باره، گوش کن، دستت رو بار گرفتی، پاتو صف نگه دار. ببین من کوچولوام، من واقعا کوچولوام. خب وقتی که من کوچولوام نباید پامو انقبا کنم که، میگم یک دو، خب میگم سه چهار، خب یه ذره ببین شده اندازه انقدر پاتونو بیارین بالا، من همینقدر بیارین خوشحالم میکنی، اصلا نمیخوام کسی معجزه کنه، الان داریم یاد میگیریم دیگه. خب پس ببین من میام اینجا وای میستم، بگو خب، میگی یک دو سه چهار کوچولو، پنج شیش هفت هشت، همین. نه براش هیچی نمیخوام، همینو فقط میخوام. میشه بریم اینو بلنشین؟ تو رو خدا پاتون نلرزه دیگه. خوشگل خانومی که جلسات زیادی دارم میبینم، این قرمخص شما هم بود، آروم به دیوار البته. پات نلرزه دیگه، باشه؟ پات ثابت، قبول؟ سلام علیکم بانوی نازنین، بلنگو بلنگو، میکروفون یعنی بلنگو رو بگو. شروع کنیم، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، ماشاءالله درست شد. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، کته یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. من با براش میرم، دوست داری با براش برو، دوست داری نه، مثلا بالا وایسا، پاتو بذار زمین، آروم برو خونه ببندش پشت. بریم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، حالا یک دو سه چهار بالا بایستادن، پنج شیش هفت هشت، یه بار دیگه پشت رو بریم، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. ممنون، خدایش عالی شد. خب یه بار دیگه اون یکی پا، فقط اینکه یکی از بچه‌ها بلنگوش میکروفونش بازه، من میگم بلنگو، میکروفونو خاموش خانم خوشگلم. بریم پای چپ، حاضر؟ میگیم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. چپ کته، سه چهار پنج شیش هفت هشت. هر کی میتونه براش کنی کته ببینم، هر کی نتونست قدم قدمی بیا بذاره سمی، ببندش پشت، بریم پشت. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، هر کی میتونه براش، هر کی نتونست قدم قدم رفتش بالا، همه اومدیم پایین برگشتیم خونه. یه بار دیگه براش کنیم، حاضر؟ براش، نگه دار بالا، نگه دار بالا، نگه دار بالا، بذار زمین، دومی پوان کن، بشکن بیارش خونه. عالی عالی عالی. خب اشکالاتتون رفت شد، بریم سراغ تمرین بعدی. خانوما میخوایم با هم دیگه فوندو بریم. فوندو یعنی آب شدن. اول فوندو بشین رو زمین، اول فوندو میریم به فراپه میریم. خب ببین فوندوی آب شدن چیه؟ من در هفته قبلی یه سی رو یاد دادم که بعضی از حرکت‌های ما باید پپقسیون داشته باشه. پپقسیون یعنی چی؟ به ارتفاع جایی که پات قراره بالا بیاد، پاتو اول تاندو میکنی، بالا میاری قبل از اینکه ضرب آهنگ زده بشه. خب بعدش کاری نداریم، من الان گیر به این چیزا نمیدم، فقط اینو میخوام بهتون بگم، اول حرکت که میخوام شروع کنیم میخوام عادتتون بدم پروپاگاسیون برید. خب پس یه تاندو میاد، خب ارتفاع فوندوی ما امروز این جلسه پختق و رو زمین نیست، خب آنق رو هواه. اگر کسی احساس کرد این حرکت روی هوا اومدن واقعا براش سخته، ازش یه چیزی میخوام، این دوتا پاشو پلیه میکنه، پاشو میذاره اینجا، پاشو میاره میذاره زمین. آها یه چیزی هم بسه جدیده بگم، حرکتی هست به اسم کودوپیه، دقت کن،
کدوپیه اینه، پا تو استلان جارو کردی آوردی اینجا. وقتی با پپقسیون داری میری، از پپقسیونت مثلا ارتفاع بالا دارم میرم، خب میارم بالا، میارم اینجا میذارم. اینجا کجاست؟ قوزکتونه. پا وقتی که کدوپیه جلو این شکلیه، وقتی میاد بغل این شکلیه، وقتی میره پشت این شکلیه. میبینی؟ این شکلی، این شکلی. فوندو چجوریه؟ فوندو تو میای میگی یک دو. خب مثلا یه سریا تازه اومدن میخوان رو زمین برن، این اختیار میذارم. خب ما همه میخوام رو هوا بریم، میگیم یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو. پس چیکار کردی؟ وقتی از جلو رسیدی اینجا، کدوپیت جلو بود، وقتی اومدی بغل بغل بودی، وقتی رفتی پشت میخوای بری به سمت پشت، رفتی پشت. حله؟ حل. همه چی خوبه بچه ها؟ چی را من اونجوری نگاه میکنین؟ بلنشین بلنشین بریم بایسیم یه فوندو بریم. اگه کسی دید یه ذره سخته، فقط دوتا پاشو پلیه کنه با ما، اصلا بقیهشو بل کنه، فقط دوتا پاشو اینجوری کنه، بایسته به همین آسونی. باشه پپقسیون بیا بالا، یک دو برو جلو، یک دو بی یا بغل، یک دو همگی بریم پشت. یه بار دیگه، یک دو همه باز کردیم بغل، گذاشیم زمین. نگرش دار، نگرش دار، نگرش دار. نکته در خود متد روسی، زمانی که داری فرپه میری، پای تو از اینجا، این جلوی فرپه است، اونی که پات بغل وایساده، خب به سمت جلو میاد و به سمت بغل میاد و پوتی بتمان در متد روسی، خب از اینجاست جلوی فرپه و پوتی بتمان. زمانی که داری فوندو میری، دیولوپه میری، هر کار دیگه داری میکنی، دقت کن پات اینجا میاد، اینجا جلوشه و اینجا. یه بار دیگه بگم به بچه که باله بلدن، نگاه کن، زمانی که داری فرپه میری، پات از اینجا میاد، تیک تیک. خب بچه که بد نیستین، یه دقیقه گیج نشین، یه دقیقه بزنین من بچه ها را بنزم، این خیلی مهمه. توی فوندو پا کدوپیه جلوه، پا کدوپیه عقبه، اوکی؟ توی فرپه پا بغله یا پا پشته. توی فرپه انگلیسی اریدی پا از اینجا جلوه، از اینجا میره، و همچنین پوتی بتمانش تو روسیه گیر داره. تو روسیه کدوپیه فرپه اینجاست و اینجا، کدوپیه فوندو اینجاست، جلوی جلوه یا اینجاست. جونه ملینا اینو قاطی نکن، این خیلی مهمه. خب یه خواهشی دارم، همه یه بار فقط فوندوی رو زمین بریم، همه یه بار فوندوی رو زمین بریم، کدوپیاتون درست شد. بعد شروع کنین، برو پپقسیون، همه رو زمینی ما، یک حالا دو فوندوی جلو هم، سه حالا چهار رو زمین، یک حالا دو کدوپیه جلو ها، یک حالا دو بغل، یک دو ببندش پشت، یک دو برو پشت، یک دو ببندش پشت، یک دو بیا بغل، جمعش کن حرکتو. باریکلا باریکلا. یه نکته دیگه، نکته دیگر بعدن قورشو میزنم، فعلا بیا اون یکی پا رو بریم، این یکی پا یه بار پختق بریم پای چپمون، بعد من میام اون قضیه که میگم اشکاله رو درست کنم، نگردم شد. بریم با هم پختقی ما، یک حالا دو کدوپیه جلو، یک حالا دو جلو جلو، یک حالا دو اومدیم جلو، یک حالا دو رفتیم کته، یک حالا دو من بستم پشت، یک حالا دو. یه بار دیگه، یک حالا دو، دوباره یک حالا دو. عالی. حالا با تو بیار بالا، از همینجا، از همین بغل روی هوا بریم، خب هیچ کم هول نکنه، همون پا هیچ چه هم شد، فبا ما برم بالا. بریم با هم، آماده این؟ یک دو کدوپیه جلو، یک دو پات جلو صاف شه، یک دو کدوپیه جلو، یک دو پات جلو صاف شه، یک دو کدوپیه عقب، یک دو پات جلو صاف شه، بذار زمین، پاتو جمع کن. حل. بشین رو زمین، بشین رو زمین، این جانب لخت شوم، میخوام این صورتو نشون بدم. ببین
این نکته اگه کسی قاطی میکنه مهم نیست، اصلا با فداش سرتون اومدین که یاد بگیرین. یه وقت من چیزی گیر میدم ناراحت نشینا. ببین منو خود کودو پیار چجوری انجام میدیم ملا؟ اصلا فکر کن پپاقاسیو نداریم، خب خودمون اصلا تو خونه چیکار کنیم؟ ببین من سوم بیا وایسم بگم یک دو اینجا بس میخوام الان خوشگل معلومه. خب اینجا وای میسم میگم یک دو بگو، خب از اینجا پا تو برگردون اینجوری. خب ملینا مگه نگفتی توی فرپ پات میره پشت؟ فرض کن فوندو نبود حرکت، تو فوندو از کجاست؟ تو فوندو جلو جلو اینجاست، جلوی واقعیه و پات پشت میره. توی فرپه جلو اونایی که متد روسی کار میکنن اینجا میشه جلو بغل پاشون و پشت پاشون. خب تو فرپه و پوتی بتمان چیه؟ این بود. خب الان همشو با هم میریم. بچه‌ای که تازه اومدین بال یاد بگیرین، مثل یک برنامه کودک گوش کنین. خب این تا اینجا. الان چیکار میخوام بکنم؟ الان ازتون یه چیزی میخوام. الان میخوام همتون وایسید سوم. خب بعد بیاید با من کودو پیه رو بدون پپاقاسیون از اینجا بریم. ببین پاتو میکشی روی زمین، جارو پارو میکنی پاتو. از ببین از اینجا یک دو پاتو برمیگردونی، میای بالا پسه میکنی یا خطیقه میکنی، خب میبری دوباره پایین، میذاریش پایین. حالا ایسی بگم ببین، یک دو سه چهار، میاری بالا، میاری اینجا، میاری پایین. هیچ کسی نباید پاشو تکیه بده، خدا وکیلی دوتا دستتون روی باره، اینو رعایت کنی. خب به هیچ عنوان پاتو نندازین رو، که پای چپو نگاه کن. یک دو ببین اینجا جارو پاروه، یک دو سه چهار، میاد بالا، وای میستی، میای اینجا، باز کودو پیت رایت شده، داری میبینی دیگه. خب میذاری پایین، میری خونتون. من فقط همینو میخوام تمرین کنیم، بلنش یه کودو پیه قطیقه بریم. چقدر دیر شد. اشکال نداره، ریاد میگیرین در عوض. حاضر؟ پاها سبون وایسی، من میام جلو تریم. همه یک دو، همه پاشون جارو پارو اینجا، سه چهار، همه کودو پیه اومدن بالا، یک دو سه چهار، همه پسه وایسادن، همه وایسادیم بیا آروم یواش پایین کودو پیه وایسا. حالا همه یک دو پاتو بذار زمین، سه چهار برو خونه، تاندو کن، پای پشتو بیا جلو، دستا رو بار، حاضر میخوام اون کی پارو بریم، قبول؟ وایسید پا پچه دیگه، یه خوشگل کن، مرسی. حاضرین یه بار دیگه بریم. ای چطوری دختر؟ من تازه دیدم تو رو. بریم با هم. سوم، یک دو، همه وایسادین، سه چهار برگشتی، بیا آروم بالا، همونجا بمون، پاتو نگه دار، هیچ پای به هیچ کجا تکیه داده نشه، نگرش دار، برو آروم پایین، کودو پیه جلو نگه دار، بذار پایین، حرکتتو جمع کن. خب حالا پشت نمیخوام، همین کافیه، همین بسته. بریم فرپه یاد بدم، یه دقیقه بشین بچه ها. فرپه تو هر متدی دارن یه ساز میزنن، یه دقیقه گوشون قانو یاد بگیم تمام شده پیکارش. قانه انگلیسی چی میگه؟ میگه یک دو سه چهار، پا فلکس میشه. خب میگه یک دو، یا میگه یک دو، یا میگه یک دو، یا میگه یک دو، با براش میره. چهار تا مدل داره، کدومش درسته؟ اونی که اون لحظه استاد میگه. خب بعد کتش چیه؟ یک دو، یا میره پایین وای میسته، یک دو. ببین کته اینجاستا، توی متد انگلیسی کسی اینجوری نبینم. خب اینجا وای میسته، یک دو، یا یک میذاره زمین دو، یا براش میکنه میپره بالا، یا فقط صافش میکنه به سمت بالا. اینم از این، بس به سمت کته اینجوری میره یا اینجوری میره. خب پشتش هم همینجوری، دوباره پات فلکس، یک دو سه چهار، یا یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یا کلن پختق میذاری زمین جمعش میکنی. این تا اینجا. اونی که میخوام امروز تمرین کنی متد روسیه. چرا متد روسی میگی؟ به همون علتی که دیدم بچه ها کدو پیکرشون قاطی کردم. میگیم یک دو، خب گوش کن به هم، سه چهار، من از هیچ کس پپاقاسیون نمیخوام، پا تو میاری میذاری بغل. خب پس اوله شروع میکنی یک دو سه چهار، پا تو میفرستی بغل، به همین آسونی. خب هممون فقط و فقط
میذاریمش زمین، نه کسی براش کنه، نه کسی هیچ کسی چیکار نکنه. ملینا میگه یک دو، ملینا میگه یک دو، ملینا میگه یک دو، ملینا میگه یک دو، یک دو نمیرم کلا، ملینا میگه یک دو، ملینا میگه یک دو، ملینا میگه یک دو، ملینا میگه یک دو. پاد داره کجا حرکت میکنه؟ در ناحیه قوزت چه شکلیه؟ به جلو این شکلیه، به بغل این شکلیه، به پشت این شکلیه. خب یه بار دیگه بگم، یک دو یک دو، یک دو یک دو، یک دو یک دو، یک دو یک دو، یک دو یک دو. این بغل جریان چیه؟ بغل از مسیری که داری میاد، از جلو اومدم وایسادم بغل، خب میخوام برم بغل. خب حالا ایسه دیگه، من الان میخوام برم سمت پشت، پس پا میره پشت. هیچ انسانی از بغل پشت نمیره تو هیچ جای دنیا. خب این پا میره پشت، به پشت میره پایین، وای میسته بر میگرده، از پشت دارم میام بغل. بابا از پشت اومدم، پشت وایسادم، پشت میرم بغل، بعد میام بغل، بعد میرم جلو، تموم میکنم. بلنشین وایسین، بلنشین وایسین، بعد میریم آب میخوریم، میریم وسط، تمام این سختی ها میگذره، قصه نخورین. شروع کنیم با هم. بعد یه چیزی، من اینجا قور میزنم، ناراحت نشین، من میخوام که یاد بگیریم. اگه این دختر چی بد اخلاق بود، واه واه. حاضریم؟ واسین با هم دو دست روی بار، همه سوم. ببین آهنگ آروم تریم، عجله نده. یک دو، خب سه چهار. حالا فرق پس ملینا از بغل قراره بریم، از بغل وای میشیم، پاها صافه، فرپه یه پا صافه، با ملینا یک دو، پا تو بزن زنی، همه آسونی. برگرد آروم خونتون، پات بغل باشه، پات بغل باشه، آماده بریم کته. در نگاه کن، میگیم یک دو از بغل، بیا دوباره بغل واسه، یه بار دیگه بغل برو، یک دو بغل وایسا، حالا پاتو ببر جمع کن پشت، حالا یک دو دقیقه، یک دو بیا پشت، یه بار دیگه یک دو دقیقه، یک دو بیا پشت، پاتو بذار بغل، پاتو بذار جلو، از جلو بذار زمین، جمعش کن. خب من این تیکه رو همیشه از اینجا میذارن زمین، ولی من واقعا میخوام که این قضیه کودوپیه رو یاد بگیرم، واسه میارم تون جلوها دوباره گاتی ماتی نشه. خب پای چپ جلو، پای چپ جلو، آماده شروع. ملنا میگه یک، حالا دو، میگه سه، حالا چهار، جلویم دیگه. فرپس ملینا، همه میریم بغل، آماده وایستادیم بغل، حالا از بغل یک دو میریم جلو، بعد میگردیم بغل، آروم یواش میریم بغل، یه بار دیگه برگردیم بغل، پس پامونو بذاریم بغل، حالا یه بار دیگه بریم بغل وایستیم. الان میخواد ملینا حرکت بعدی رو بره سمت پشت، پس پشت میبره پشت، حالا از پشت با ملینا وای میستیم، میگیم یک دو، برگردیم پشت، یک دو برگردیم پشت، برگردیم سر جامون، یه دونه بریم بغل، بیان پامونو بزنیم بغل، چون بعدش میخوام بیارم جلو، بعدش پام بزنم زمین، حرکت رو جمع کنم. یاد گرفتی؟ کسایی که بالا کار کردن قاطی که نشد، این فقط یه سیبی که دوست داشتم بهتون یادآوری کنم. خب حالا همه بدون موزیک سوم وایسین، یه دونه چیز بریم پوتی بتمن بریم، خام بزنیم و بریم استراحت. تازه سوم، همه سوم موزیک نداریم. صدای ناز ملینا تقدیم شماست. یک دو سه چهار، بیایید بغل، پاتو نگه داریم. خب من اینوری میشم، ببین، یک دو رفتم بغل، یک دو اومدم جلو، یک دو رفتم بغل، یک دو جلو، اینجا منظور بغله ها، ببخشید اشتباه گفتم جلو، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هفده هجده نوزده بیست، بذار زمین جمعش کن. خوشگه، سخته، اشکال نداره ها، اشکال نداره ها، اصلا چیز نشین تو رو خدا، ناامید نشین. یه ذره امروز درس همون جدی تره، چون بعد اینا رو من میگفتم بالاخره. بریم با هم، یک دو سه چهار، از جلو ببر پاتو عقب. خب اینجا ملینا چجوری پاتو این شکلی کرده؟ ببین اینو اینجوری برگردوندم، همین، از بغل یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو
ده، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 بذار پایین جمعش کن. تمام. یه چیزی بگم یه بار دیگه جون ملینا، خواهش میکنم هر چیزی رو دوست دارین قدرت برید، خب انقدرم بالگیر نیستن، ولی یه حرکتی رو همه استادا واقعا روش قر میزنن، این به خدا ملینا نیستش انقدر امروز قاطی پاتی کردم سر این. از اینجا هیچ کس پوتی بتما نمیره تو متد روسی، خب پوتی بتما از اینجاست و از اینجاست. اگر کسی اومد گفت از اینجاست، آقا داره یه چیز کمبیناسیون میگه، اصلش اینه، واقعا اصلش اینه، کتاب با کنین تو اینترنت سرچ کنین ببینین که اصلش جلوش بغلشه، جلوش نیست. باشه معذرت. اگر که من اریدی برم صاف برم، فقط جلو بغل میرم، یادت بمونه. بس تکنیک یک کامبت ما بزنیم بریم استراحت، بیایم وسط یه ذره پلیتاندو کنیم، عشق کنیم. حاضرین با هم کامبت ما بریم؟ پا تو قرار بندازی جلو دیگه، دو دست روی بار با ملینا، یه دونه جلو یه دونه بغل، یک پشت، یک دو جلو جلو، بذار زمین برو خونه، یک دو بغل بغل، بذار زمین برو خونه، یک دو پشت، بذار زمین آروم یواش بیا خونه، یک دیگه یه تندو خستگیمون در بره، چپو بریم، یک دو آروم یواش، بذار زمین برو خونتون، یک دو آروم یواش، بذار زمین برو خونتون، یک دو آروم یواش، بذار زمین برو خونتون، یه پیه یه تان تو خستگیمون در بره. بچه ها پنج دقیقه استراحت بدید، آب بخورید. بچه های لایف، بچه های اسکاب، من یه دقیقه سریع کوشن پوینت رو با میکنم. بچه های اسکاب یه دقیقه بلنگوار با کنی، من کارتون دارم. پنج دقیقه استراحت ها، آب بخورید. به من بگید ببینم آیا این قضیه فرپ فوندو براتون خیلی جدید بود؟ چون یکی درمیو مختلف میزدین، چیه قضیه؟ چرا؟ البته خود من گیج میزدم تو همین پارسال، این خیلی طبیعیه ها، این چیز بدی نیستا، ولی میگم الان هر شد الان اوکیه جان. من که از دو سفر رو نمیبینم، الهی بگردم. ببین من قول میدم این دو سه تا مورد رو که انقدر مهمه رو ویدیوی قشن از نزدیک، یعنی از اینجا دوربین رو میذارم میگیرم براتون، اینو قول میدم. فقط یه بار دیگه بگم، ببین فرپه از اینجا میاد، میبینی الان من داخل اینجام. خب بچه لاد الان شما من میبینی، یه لحظه وایسی، این از اینجا وقت فوندوه، ببین این فوندوه، خب این فوندوه، این فوندوه، این فوندوه، فوندو رفوش، فوندو رفوش، فوندو از پشت اومد پس پشت واسه فوندو اومد بغل، حله. ولی فرپه چیه؟ فرپه از اینجاست، از بغله، یک دو یک دو، رفتش بغل، رفتش پشت، یک دو، دیدی فرپه و پوتی بتما از اینجا میاد. اگه دارید متد روسی میرید، خیلی خودمونی بگم، توی ککچی و توی اریدیو اینا اصلا قضیه جداست، خب روسی، چون اکثر ایران تو روس دارن کار میکنن، این از اینجاست، از اینجاست، ولی فوندو از اینجاست و از پشته. یه بار تو بچه لایو هم نشون بدم، چون دوربیناتون نزدیکین دیده نمیشه، این فرپه، این فرپه یا پوتی بتمان، خب فرپش، یه لحظه عشقای من، پوتی بتمانش، خب بعد فوندو چیه؟ فوندو، 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 فوندو ارتفاع داره، آره آره، فوندو ارتفاع داره، فوندو ارتفاع داره، 0 درجه پختق، 45 درجه آنق، 90 درجه که میگه همون 90 درجه باشه، اسم دیگه ای نداره، خب و توی سالهای مختلف ارتفاعش فرق میکنه، بحث تفاوت حرکت نیست. سوال دارین الان؟ جدی خدا رو شد. ببین اون تیکه آخر اگه گیت شدین اینا یا را میافتین، منم یه ذره وسواسم، بچه ها میدونن یهو گیر علکی میدم که آی اینو درست کن، ولی خب با یه جلسه درست نمیشه، ایشالا ولی ریال میگیریم به مرور، اصلا اشکالی نداره. بلد بودین که نه من الان درس میدم نه شما الان اینجا بودین دیگه، اومدیم دوره هم یاد بگیریم دیگه، ناراحتی نداره که. ببینم سوال دارین؟ ای بچه هم اگه سکایپ بس نیست پس ندارم هر که چجوری میبینم. سکایپ بسته ها، باور کنین، یه تیکه قطع شد الان هستن. سوال دارین؟ آب خوردین؟ با انرژی هستین؟ تمرین وسط هم ولی امروز آسونه ها، هرچقدر
سر بار جیغ زدم وسط حال میکنی، نگران نباش. اجازه بدین که من حجاب پایم رو رعایت کنم. آب خوردین؟ خوشگل آبتون کجاست؟ ببینم. نه شماها رو دیدم. شما آه شخص خودت، آفرین. خب سوال اشکال ایراد؟ چرا از زمان کلاس گذشته خوشگل خانم؟ ساعت تازه هنوز ما 25 دقیقه تقریبا وقت داریم که. همه آماده ایم؟ خب بریم کامنت ها رو ببندیم. آره من همه تون رو دقیق دارم میبینم که هی قور میزنم. اگه من نمیدیدمتون که چرا من قور میزنم؟ نه ولی خودش همه تو دقیق میبینم، اینه که شوخیه. یعنی اگه من چیزی میگم جون ملی ناراحت نشینا. خب بچه آماده این؟ گوش کن به من یه دقیقه، خوب گوش کن، یه دقیقه خوب گوش کن. دو تا مدل پخت و پرت تمام بالرینای دنیا باید بلد باشن، اصلا مهم نیست تکنیکی کار میکنن. خب اونم بالروسه، یعنی همه دنیا باید بلد باشن این دو تا پخت و پرت. خب من فعلا پاهامو ول میکنم، پا رو میزن جلسه بعد. یه توضیح کلی بدم. ببین دستت اینجا، خب چقدر فاصله داره با بدنت؟ یک عدد کف دست. بول میکروفوناتونو هندل کنین فراتون بشن. یک کف دست فاصله داره. بگو خب این اینجاست دیگه. ای وای یه لحظه، این اینجاست. بگید خب این پاتون هر جوری میخواد، اصلا پا رو موازی باشی، الان با پا کار نداره، فقط دست. خب این اینجاست، میاد اینجا. اینجا کجاست مینا؟ اینجا یه ذره پایین‌تر از خط سینه است، بین ناف و خط سینه. اگه کسی قاطی میکنه رو بروی ناف نگه داره، اشکال نداره. خب یه ذره بالاتر خودمونی بگم. بعدش از اینجا خوب گوش کن. پس اینجا میاد میشه یک دو، خب میره سه چهار، میره شماره سوم وای میسته. خب دستت شبیه گل وا میشه پنج شیش، ولی یه دونه کر است، به این میگیم اغوندی، این کر است. خب بعد الونجه میشه، الونجه میشه، صاف میشید اونجا که اکثرا اشتباه میگیرید. خب پس از اینجا از سوم کره شدم، من بشینم شما ها منو ببینید. خب ببین اومدم بالا، از اینجا کرم، میبینی انگار یه چیزی تو بغل منه. یه نکته دیگه، دست من این شکلی نیستا، دست من یه آبشاره، یه کوهه، داره از روش آبشار میریزه پایین، یه ارتفاع داره، حواستون باشه. خب از اینجا یه الونجه میشه، یه ذره صاف میشیم. پس از اخوندی الونجه گردالی صاف صافی، خب واقعیت ها میاد پایین 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 جمع میشه. پس چی شد؟ اخوندی گردالی الونجه صاف صافی، اخوندی گردالی الانجه صاف صافی. حله، بلند شید با هم یه دست بریم. به هفته های دیگه تخصصشون میگم، کلمون کجا میره، پامون کجا میره، ما کجا وایستدیم، فعلا این دسته جا بیفته. آماده؟ هر جوری دوست داریم وایستیم، همه هم رو به روی دوربین وایستیم، اصلا پاها اول. خب بریم با هم، یک حالا دو، همه اومدیم اول، سه حالا چهار، همه رفتیم سوم، پنج، شیش کره باز شد، هفت الونجه، هشت اومدم پایین گردالی رو بستم. یه بار دیگه بریم با ملینا. آماده شروع. میگیم چی؟ میگیم یک حالا دو، حالا برو بالا سن، حالا دست تو باف مثل گل کره کره کره، گلا رو ریختی زمین، دستان این شکلیه ها. خب حالا از گردالی صاف صافی شد، بیا پایین بیا پایین بیا پایین جمعش کن. حالا یه بار دیگه سوم وایسا، پای راست جلوی پای چپت باشه، روبروی دوبی مهم نیست ولی اصلش این دفعه فرن روبروی دوبی. این دفعه دستی که پاش جلوه رو نگاه کنیم، قبوله؟ با من وایسی شروع کنیم. آماده شروع میکنیم. من اینجا وایسادم، اصلش این وریه متخصصان، ولی ما الان داریم این وری میریم. دست الان مهمتر از جهته. دست راستتو نگاه کن، صاف وایسی، ولی اینطوری نگاهش کن کف دست راستتو. و بیا اول برو برو بالا. این لحظه که اومدی بالا تماشاچی ها نگاه میکنی که ما این حال دست رو مثل گل وا میکنی، گل کره ای گردالیه و دست صاف و صوف نیستا.
از گردالی صاف صاف میشین، از گردالی صاف صاف میشین، دست رو میاریم پایین، گردالی میکنیم. حالا یه بار دیگه پای چپو بذار جلو، بار آخرها با انرژی. با ملینا بیا بالا، کف دست چپتو نگاه کن، بیا بالا بیا بالا بیا بالا، برو بالا سرت 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 سرت. تماشا چیا. حالا دستتو مثل گل باز کن، مثل گل دستتو باز کن، دست چپ اصلا قفل دست چپی ما گردالی صاف صافی که شدیم بازن چپو نگاه میکنیم، از صاف صافی میام پایین، خوشگل و ناز. تموم شد، مرسی. بریم تمرین بعدی، تاندوی روی زمین. تاندوی روی زمین چجوریه دیگه؟ بار نداریم دیگه، وول نمیخوریم ما. ببین وای میسیم، گوش کن، توی بالا جهت داریم، جهت داریم، افرسک خوازه، اوکی، اینجوریه. به سمت دوتا گوشه دیوار خونه، استودیو، منزل، تماشاچی ها، هرچی. پس اینه، اینه، اوکی، اینم که روبرو هم. خب حالا الان افرسه مفصل نمیخوام، اطلاعاتون میگفتم که سر کلاس ها اینجوری اگه رفتیم وایسنین جریان چیه. الان ما وای میسیم همه فقط رو به دوربین. خب همه هم سومین پامون جلو. ببین دستتو میاری بالا، بگو خب دست چپو رو به روی اول نگه دار، دست راستتو واکن دوم. خب بعد چی کار میکنی؟ دوتا تاندوی راست میای، یک دو سه چار، یک دو سه چار، دستتو وا میکنی، دوتا تاندو کته میری راست، یک دو سه چار، یک دو سه چار، دستت وازه دیگه. حالا وقتی که اومدی پشت، من جیغ میزنم آی دستتون بیاد جلو، دستی که پاش رفته این دفعه بیاد جلو، صاف میشه صاف میشه. خب بعد میگی یک دو سه چار، یک دو سه چار، حله، همین همین همین، بعد آسونی. بریم با هم شروع کنیم. آماده، پای راست شده پای چپ، دست بیاد بالا، چپ اول راست دوم، یک و دو، حالا سه و چار، حالا یک و دو، حالا سه و چار، باز شه دست با تمرکز، میخوان بریم کته، همه خوشگل، دست ها عقاندیه ها، بریم یک دو سه چار، دوباره یک دو، بس دمش پشت. ملینا جیغ میزنه، دست جلو، دست را جلو صاف، دست شب جلو صاف، حاضر بریم، یک دو سه چار، یک دو سه چار. حالا همون جوری که وایسادی دستاتو گردالی، نوبت پای چپ مونه، برو یک دو برگرد خونه، یک دو برگرد خونه، دستاتو با کن صاف صاف، با ملینا کته بریم، یک دو سه چار، یک دو سه چار. الان دوباره موزیک هم میاد. حالا دستی که رفتش عقب رو جمع میکنیم، الان عقوندی، هنوز اون توپه دستمونه، صاف صافی میشیم الانجه، حاضر دقیق بریم، یک دو، من میبینیم، آره سه چار، این از ازم، یک دو سه چار. یه بار دیگه دستتو وا کن، یه کته دیگه بریم سمت چپ، دستا عقوندیه بچه، عقوندیه، با ملینا شروع میگیم، یک دو نگه دار، سه چار ببند جلو، وایسا همونجا، دستتو بیار پایین تو سوم، یه پیه کن بلند شو، دستتو فقط نگه دار، یه پیه کن بلند شو و تمام. بریم درست بعدی، اول بریم بپر بپرامونو کنیم، چون بعدش خواهم کوریوگرافی برم. گوش کن، من یه دقیقه موهامو افشون میکنم چون کشم میپره هوا وقتی میپرم. ببین من میام اینجا اول وای میستم، بگید خب خب خب، دستم روی کمرمه، خب خب خب، میگم یک دو پلیه میکنم، صاف میشم، قلوه میکنم، میام پایین، باشه باشه ملینا، بعدش چی میشه؟ بعدش ملینا، پس یه با پپقسیون میریم تو همه پرشا، ملینا میگه یک دو، میپره بالا سه چار، روی پلیه فرود میاد، صاف میشه. هیچ موقع در هر کجای دنیا که پریدین روی پای صاف نهیم پایین، خب خطرناکه، چون الان تکنیکو بذاریم کنار، این مهم بود حرف که زدم. پس چیکار میکنیم؟ یک دو سه چار، ببین زمانی که میدم میپره پاش توی زمین صاف میشه، خب اون پا رو بکش توی هوا، خب به خودت بگو پایم رو قراره بکشم،
اون میکشه خودشو. پس بریم با هم چند بار توی هوا میپریم، چند بار توی اول میپریم، چند بار توی دوم میپریم. بایسی همه اول دستا بکمن، اول به پغنسیانه کسی هول نشه. هر با من دو می تیه با صافشی برو روی نوک پات آروم بیا پایین. حالا بشین با تمرکز بپر صافش کن بشین پایین صاف 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 باری کلا تاندو سکن حاضر یک دو تیه آروم صافشیم یک دو رفتیم خلوه اومدیم یواش پایین یک دو حاضر آماده بپر هوا صاف شو یه بار دیگه بریم پلیه بپر هوا صاف شو بیا بالا حالا همون بیام سوم همون بیام سوم یه بار از اینجا بریم نگاه کن با منینم پلیه کن لحظه که پری دوم باشه چجوری من نکن یک دو سه چهار پلیه بمون بیا بالا خستگی در بره یه بار دیگه پلیه کن پلیه کن حاضر آماده بپر بالا سعی کن اون یکی پات بیاد جلو این شانژمان داره بیا بالا یه بار دیگه حاضر پیه بپر دوم واکن صاف شد دوباره پیه کن سوم یا پنجم ببن صاف شد تمام بریم سراغ درس اصلی خانوما یه دقیقه برگردی رو بارتون گوش کن به من یه تمرین اول پد بوغه رسمی مسی بریم خب بهم بگه که پد بوغه ساده که همه جای دنیا توی همه آموزشگاه یاد میدن چیه پد بوغه رسمی مسمی چیه پد بوغه رسمی بچه ها دستاتون رو خوب رو بار میگیرین این حرکت یه ذره سخته باشه دستا رو باره ببین خوب گوش کن تو میای میگی اول قراره چی کار کنی فقط نگاه کن قراره بگی ما اینو یاد گرفتیم پد بوغه بگیم یک دو خب پای پشتت کودوپیه میشه بگی سه چهار بگی پنج شیش بگی هفت هشت بگی نه ده بیای پایین بگی یک دو بگی سه چهار بگی پنج شیش بگی هفت هشت بگی نه ده بیای پایین کسی که تازه رسیدن بگید یک دو فقط پلیه بگید سه چهار فقط صاف شید بگید پنج شیش پاتون بیاد فقط بگید هفت هشت پاتون بیاد جلو بمویید همونجا به همین آسونی قدمش مهمه بچه که با من کار کردن یه خواهشی دارم الان این ترمین چی بود؟ اینجا غلوه موندی غلوه غلوه پاها جا به جاش اومدی پایین اصل حرکت چیه؟ کودوپیه است لحظه که پادو گشتی پایین غلوه کردی این باید کودوپیه جلو بشه پا جلویه بعد از جلو الانجاش میکنی اینو میذاریش زمین اون یکی رو ور میداری میذاریش اینجا خب میذاری زمین وای میسی من از همه تون خواهش میکنم چون این حرکت مهمتر از هر حرکتی تو دنیا بیان یه بار با ملینا روی بار انجامش بدیم قبوله همه وایسی پای راستتون جلو همه یک و دو پیه کودوپیه پشت همه سه و چهار همه کودوپیه جلو همه پای راست صاف زمین انتقال وزن چپ و ورداری برو کودوپیه بذار بغل قلبه بیا پایین یه بار دیگه یک و دو پای پشتی کودوپیه شد حالا سه و چهار همزمان این کودوپیه شد پای چپ و صاف کن بذار زمین راست و بردار کودوپیه جلو بذار زمین آروم یواش بیا سر جات وایسا باریکلا همین در همین حد حالا بیاین وسط حالا بیاین وسط هیچ کس هول نکنه کودوپیه هر رو فراموش میکنیم الان تمرین چیه؟ الان تمرین اینه الان میخوام دستاتون رو کمرتون باشه خب بگیم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت اصلا کسی الان دیگه کودوپیه نره کودوپیه رو فراموش کنیم فقط پلیه کنیم قلبه کنیم جا بداشیم خب حاضریم یه بار دیگه انجامش بدیم هفته های بعدی و همچنین در کلاس فردا در خدمتون هستم در قبال این چیزا دستا رو کمر حاضر یک و دو و سه و چهار و غلوه و وایسم راست بیاد بغل چپ بیاد جلوش آروم یواش بیام پایین دستا به کمر حاضر یه بار دیگه انجام بدیم بریم
یک و دو و من اومدم بالا، من رفتم غلوه، چپ اومد بغلم، راست اومد جلوی من، آروم یواش سر خوردم، اومدم پایین وایستادم. دین چه آسون بود. حالا این یه حرکت. حرکت بعدی بالرین بازای من، وقتی که ما میگیم یک دو سه چار اینجوری میکنیم اسمش چیه؟ پده بوغه سویوی. اسم دیگه چیه؟ یه سری ها بهش سوسوتونو هم میگن. خب سوسو هم اسم خیلی خیلی رایجشه. خب میرینا پا صافه یا پا خم میشه؟ عزیز دلم پای شما قاعدتا باید صاف باشه، ولی تو هیچ کوی جای دنیا اگه خم کوی نمیان دعوات کنن. اوکی نگران نباشین، از اون میخوام این حرکت رو بدون بار در بیاریم. چیکار میکنیم؟ پیه غلوه بیا جلو، سو 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 برو پایین، پیه غلوه سو 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 بی پایین. قابل توجه همه؟ قابل توجه همه. وقتی دارم میام جلو پیه سو سو میکنم، پای راست میچسته به چپ، میاد جلو دینگ دینگ، میرم پایین. وقتی دارم با پای پشت برمیگردم، وقتی پلیه میکنم، خب من معلومه، آره من هی فکر میکنم اینجا شما نمیبینی، پلیه میکنم سو سو میکنم، این دفعه پای چپم میره پشتا، چون پای چپیه داره حرکت میکنه. اینی که میگن سخته، ولی باید از الان تمرینش کنیم خب که دیگه جا بیفته. حاضر بذار یه آهنگ ذره لطیف بذارم سرمون ترکید و میخوام حرف نزنم. خب پلیه سوسو بیاین دیگه، نگام کنیم پلیه سوسو بیاین، یه ذره اشغال کنیم با هم. حاضر بریم. همه واسه ملیش بزن. مرسی. سعی کن تا جایی که میتونیم بیان. حالا آروم یواش برو پایین. آروم یواش برو پایین. یه بار دیگه. حاضر حاضر حاضر. ببین 6 شماره تون که چه بریم بالا دیگه. بریم. یک آروم. یک. پاپوشی هستا. کنیم بلنشیم خستگیمون در بره. حالا یه سوسو دیگه میخوام یاد بدم، این حرکت رو دارم تکرار میکنم چون میخوام جلسه بعدی درس جدید بدم، میخوام که ذره روی اینا حرفه شیم. گوش کن، لحظه ای که من میگم پیه سوسو بیا به سمت پای پشتیم بچرخم، این حرکتیه که خیلی ها میگن باید دیرتر یاد داد، ولی هر چقدر زودتر یاد بگیریم بهتره. همون سوسو است، فقط بیا به سمت پای پشتی نینای نانای کن. ملینا سخته، با پاتو خم کن، فکر کن یه عالم زغال رو زمینه. ای وای سوختم 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 سوختم. بچرخ. باشه میخندی؟ این همه مثال میزنم اینه وضعیت، چرا من میخندی؟ بلند شو بلند شو ببینم یه سوسو تورنا بریم، ببینیم دنیا دست کیه. همه حاضر؟ یه نه آهنگ دارم مال زیبای خفته است، یه 2 دقیقه صبر کنید، مثلا میخوام اونو پیدا کنم، خیلی دوستش میدارم. چون خب بریم با هم داشته باشیم. پس چی کارم کنیم؟ پلیه آروم یواش بلند میشیم، میچرخه نینای نانای. خب شماره 3. هی آماده بریم. یه بار دیگه بچرخ، خودو نگه دار دیگه، ما میتونیم ما میتونیم ما میتونیم ما میتونیم. بیا پایین. آخ چون تموم شد. یه پلیه تاندو، یه پلیه تاندو. به خاطر اینکه من آهنگو اشتباه گذاشت الان میتونی استراحت کنی، من آهنگ اصلی رو بیارم، یه بار دیگه تمرین انجام بدیم. این هم
کار خداوند بود. یه دقیقه واسه. آها عنوان اشتباه رفتم. بریم. این یکیه. وارم آپشه. حاضر؟ چپ جلوی راست. ای بازم اونی. سالش کنم. حالا بیا جلو برو عقب. متشکرم ازتون. بیا پایین یک یکون تان کن بشین رو زمین. این دستانم یاد بدم قبقانس بریم بشیم سرد کنیم بریم خونم. ببین یه دستیه خب خیلی تو بال کار بردیه و جلسه پیش گفته بودم این جلسه میخوام تکرارش کنم. دسته چه شکلیه؟ دست مثل کار دیگه پپقسیون نداره. اوکی یه حرکت کوریوگرافیه، رقصیه، ریتمیکه، اونم دست قوه. تو از اینجا میاری اینجا، اینجا دستتو وا میکنی. خب یه لحظه وایسین. معلومه. ببین دستت که باز شد اول یه نکته ای، چون که همه فکر کنم که ایرونیم میدونیم که حرکت این مثل بابا کرم. خب یعنی یک دو سه چهار. خب توی بابا کرم واقعا از شونه حرکت میکنیم، درسته؟ و حتی شونه رو میچرخونیم، درسته؟ حالا خوب گوش کن بهم. یه دقیقه کاری که میگم بکن. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. خب حالا ناز کن با دستت. فقط ببین دست ثابت باشه، فقط انگشتاتو ناز کن، ناز کن. باد بزن، باد بزن، باد بزن. حالا 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 از آرنج، آرنج دیگه، آرنج. خب از آرنج خب بیار بالا، بیار پایین، بیار بالا، بیار پایین. حاضر؟ یک، حالا دو، حالا سه، حالا چهار، حالا پنج، حالا شیش، حالا هفت، حالا هشت. حالا اون قضیه بابا کرم است، شونه میاد وسط. چه جوری؟ ببین یک، حالا دو، حالا سه، حالا چهار، حالا پنج، حالا شیش، حالا هفت، حالا هشت، حالا نه، حالا ده، حالا یازده، حالا دوازده. ببین این شونه، ببین نکتش اینه. من کاری ندارم بقیه میگن آی با شونه ثابت باشه یا هرچی، شونت واقعا اگه به چرخه حرکت قشنگ تر در میاد. یه چیزی یه ایرادی دارم تو دوربین میبینم. ببین بنده این شکلی هم در تمام ساعت شبانه روز، وقتی غذا میپزم، وقتی نشستم دارم درس میخونم، وقتی حتی دارم از شما ستوری میگیرم، کمرم کامل صافه. من هیچ وقت اینجوری نیستم. من همیشه کمرم صافه و شونه هام یه ذره از پشت به هم چسبیده. خب اگر اینو در قدم اول یاد نگیریم همش کج میشیم. اوکی پس بیا اول هر جوری دوست داری بشینا. من فقط دارم دست میرم، من میخوام سرد کنم دیگه، کارم رو پامون تمام شد، پامون خسته شد. خب ببین دستتو بیار اینجا کن. خب اینجا. خب ببین نگاه کن اول. ای خدا من باز معلوم نیستم که ناس کن. خب اول ناس کردی، بخوام انگشتا رو ببینی. خب حالا از آرنج تکون بده، فقط آرنج، فقط آرنج، فقط آرنج، بیشتر آرنج، بیشتر آرنج، بیشتر آرنج. ببین واقعا داری ناز میکنی. حالا بیا شونه، ببین حالا بیا شونه، حالا بیا شونه، برو بالا بیا پایین، برو بالا بیا پایین، برو بالا بیا پایین. فقط یه چیزی، یه اشکال، اینجوری نباید باشیم. ببین شونه باید بچرخه. بچه ها من میدونم شب بگید آقا این چه وضع یاد دادنه، ولی مجبورم، چون بالاخره از فرهنگ خودمون یاد میگیریم رقص دیگر رو. آقا توی رقص ایرونی باور کن این شونه تو هیچ موقع اینجوری نمیشه و رقص سنتی ما در تمام سرای ایران واقعا شونه ها همیشه پایینه و همه دارن شونه میرن تو تمام رقصا. خب جلسه بعدی بهتون چند تا رقص نشون میدم، کردی آذره و میبینی حرکت باله توشه، بعد دیگه نمیخندین. من آخر سری ثابت میکنم که از ما بردن اونجا، چون خیلی دیدم حرکت تکرار شده. خب به هر حال که رقص رقصه، از تاریخش بگذاریم. ببین اینجوری نکنیم، اصلا ما تو ایرونی هم اینجوری نمی کنیم. اینا پایینه، فقط بچرخه. ببین بچرخه بیا سرجات. خب بچرخ بیا سرجات و سوسکی بچرخون دیگه. همه نفهمن که ما داریم دستمونو میچرخونیم. نه
همه صاف خوشگل، فقط شونه. بچرخون بچرخون، آفرین باباریکت، سوسکی بچرخونی. حالا نازش کن شونه نچرخه، آرنج بره بالا پایین، حالا برو بالا بیا پایین، برو بالا بیا پایین، برو، آفرین باباریکت. یه ذره کمتر بالا پایین کنین فقط فعلا. حالا یواش یواش یاد میگیریم که آب باریکلا قشنگ بالا پایینش دو دونه ازاش بشکنه. برای امروز بسته، پاتون رو صاف کنیم جلو ببینم، بریم یه ذره میتیشن کنیم، خودمون رو بکشیم. امروز خیلی کارای سخت سخت کردیم، هیچ کس کلاس دو پنج دقیقه دیگه پرسه میکنه ها. حاضر؟ با من تمرین، پا جلو، دستا بالا، برو جلو، برو جلو، برو جلو، برو جلو. پات تو بغل کن، پوینتش کن، پوینتش کن، بیا پایین، نفس، فوتش کن، فوت، بکش تو، فوت، فوت محکم پایین بمون، نه هیچ کس بالا نمیاد، پا پوینت بمونه، پایین میمونیم. حالا آروم و یواش میان بالا، پامون پسته میشه بغل، سر کسی کوچولو میگم سه گوش، برو بگیر پاتو، یک دو سه چهار، پامو گرفتم، حالا پوینتش کن، بشما، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، پاتو صاف کن بیا بالا، پاتو بفرست شلو صاف بمونه، این بیاد بغل بچسبه، سه گوش، برو بغلش کن، دینگ 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 دینگ، بغل کردم، حالا پوینتش کن، بشما، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، صافش کن، پاتو ول کن، دوتا رو به هم بچسبون، این نیگیامون، هر چقدر که دوست داری پاتو فاصله بده، برو روش، رفتم روش، خودتو بکش ببینم، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، بیا بالا، پاتو به هم جمع کن، برو نینیشو، بهم بگیم پوزیسیون ببه در تمام ورزش ها، رقص ها، هر چیزی که کار کنیم ببست، من اسم کارشو واقعا نمیدونم. خب اینو بغلش کن، با مدینا تاپ بخور به سمت دوربین، آخ، حالا قه کن با دوربین، برون بر، آخ، یه بار دیگه بیا به سمت دوربین، آخ آخ آخ، قه کن برون بر، آخ آخ آخ، حالا دستاتو واکن به بغلت، پاهات بیاد سمت دوربین، کلت قهر، پاها دوربین، کله قهر، همونجا وایسا، پاهات هم پوینت باشه، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه، بپر وسط ببینم، پاهاتو بنداز اون بر، کله بیاد این بر، بشما، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه، پاها وسط، پاهاتو از پشت بگیر، از پشت رون پاهاتو ببر بالا، همه فلکس کنین، کسی پشت اینجوری نکنه بچه ها، قشنگ کمر من رو زمین، خب پوینت فلکس، آخش پوینت فلکس، آخش یه بار دیگه پوینت فلکس، پوینت فلکس، فلکس بمونه، بکش به سمت خود، بشما، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، حالا جمعش کن، قلب و خور بغل، دست بذار زمین، بلند شو، همه بلند شیم، بود و بیا بالا، آروم پاتو از اینجا اول از زانو بگیر، دستت هم به جای بگیر، خب بشو، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، آروم یواش پاتو جمع کن، از پشت پاتو نگه دار، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، یه ذره بیشتر بکشیش، آخ آخ آخ، یه ذره بیشتر، حالا آروم و یواش تو یواش ولش کن بره پایین، خب اون یکی پا آروم یواش بغل کن، از زانو بشمار، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، حالا از پشت اول من موش پا میگیرم، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، حالا انگشت رو میکشم داخل، یک دو سه چهار پنج، حالا یواش ببین یواش آروم ولش کن، آخرین حرکت میریم دست به دیوار، خب روم دیوار این شکلی، ببین کمرت صافه، یعنی اگه اینجا دیوار بود من اینم، میبینی هر چقدر دوست داری پلو بکن، بشما، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، حالا صاف شد، یکیشو بده جلو پیه، اون یکی صاف پشت، ببین این حرکت درد داره ها، خب یک کوچولو تحمل کنید، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، نفس نفس، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده، صاف کن جفتشو، بفرست باش اون یکی بیا جلو، پایی که جلو بودو پیه کن، بش مار، حالا یک دو
سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده. صاف شو، صاف شو، رو به دوبین، دستا بره بالا، یک، دو، سه، چهار، پنج، برو راست، یک، دو، سه، چهار، پنج، بیا وسط، یک، دو، سه، چهار، پنج، برو چپ، یک، دو، سه، چهار، پنج، بیا بالا، خودو بکش، آخیش، دستتو وا کن، خسته نباشین. الان دوربیناتون وا میشه، دوربیناتون وا، کامنتاتون، بلنگواتون، بچه اسکاپ فقط 2 دقیقه وایسین، بچه های لایف بفرمایید قر، هر چی که هست بگید به من، بچه هم میگم قر شوخیستم، هر چی که هست، مشکل، سوال، همه چی خوبه، زندگی قشنگه، اگه هست که خدافظ، اگه نیست جون دلم، من در خدمتتونم. شما یه آب بخورین، 2 دقیقه وایسین، بچه‌ها راه بندازن، بعد بیام اصلا اینجا هر چی اشکاله رو برطرف کنم. با چه الان میام. عزیزای دلم، سوال، اشکال، ایراد دارید؟ خودتون بهترین، این قلب و بوسا واسه بدنه. الان وقت سواله. بعدن در دایرکت برام ایموجی بفرستین، قلب بفرستین، من بوستون میکنم. الان سوال بپرسین، دورتون بگردم. الان سوال. مرسی که اومدین. من 2-3 دقیقه با هم میسم. اگه سوال دارین بپرسین. بچه ها مثل شما فقط از اسکایپ دارم این همین. خواستین دایرکت بدین شما بفرستم این تو. اصلا هیچ فرق نداره. سوال؟ از عقب که نشون دادم. ببین از اینجا چون پای چپ میخواد مثلا حرکت کنه، خب وقتی قلوه میکنی پای چپ رو میچسبونی راست، میری عقب 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 عقب. حالا فکر کن جای پا عوض شه، قبوله؟ من دوباره میام جلو. خب ببین اینجا وقتی میخوام بلندشم پای راستم عقبه، دارم به سمت راست میرم، پس پای راست پای اصلی، پای چپ پای محور، پس راست میام میچسبه، میرم عقب 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 عقب. سوسو حله. سوال دیگه؟ سوال دیگه نیستش؟ من همیشه اوله کلاس رژ لب دارم خوشگل و اینا، آخره کلاس همه چی ترکیده، موها باز، آرایش رفته. سوال نداری خوشگلا؟ بریم بریم استراحت کنیم، دوش، آب گرم یادتون نره، مواظب خودتون باشین، خدافظ.